دیگه بازارها در آسیا و اقیانوسیه بعد از صورت جلسه فدرال رزرو. با عرض سلام و روز بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز با مهمترین اخبار و رویدادهایی که امروز پنجشنبه 8 جولای 2021 باید بدانید. سهام آسیا و اقیانوس آرام بیشتر صبح پنجشنبه نزولی بودند. بازارهای سهام و خزانه‌داری ایالات متحده پس از آنکه فدرال رزرو ایالات متحده در آخرین صورت جلسه سیاست‌گذاری خود گفت برای تنظیم یک جدول زمانی کاهش خرید دارایی‌ها مدارک بیشتری در مورد بهبود اقتصادی قوی از بحران کووید 19 لازم است، حرکت‌های خوبی داشتند. و در ژاپن پیش از تصمیم در مورد اعلام وضعیت اضطراری تازه در این کشور که در اواخر روز برگزار می شود، نیکی 225 ژاپن 0.5% کاهش یافت. یاسوتوشی نیشیمورا وزیر اقتصاد ژاپن روز پنجشنبه به یک هیئت مشورتی گفت که این اقدام در توکیو و از 12 جولای تا 22 آگوست اجرا می شود. دوره پیشنهادی همچنین کل مدت بازی‌های المپیک توکیو را در بر می‌گیرد، تصمیمی که به نفع شرایط اضطراری است، می‌تواند تماشاگران را از حضور در این بازی‌ها منع کند. بازی‌هایی که قرار است در کمتر از 3 هفته شروع شود. کسپی کره جنوبی 0.7% افت کرد. این کشور از 8 جولای روزانه 1275 مورد کووید 19 را گزارش می‌کند که این تعداد بیش از رکورد ثبت شده در دسامبر سال 2020 است. در استرالیا ASX 200 رشد 0.2% داشت، در حالی که شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 1.9% افت کرد. در استرالیا ASX 200 رشد 0.2% داشت، در حالی که شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 1.9% افت کرد. شانگهای چین 0.4% افت داشت، در حالی که کامپوننت شنزن 0.5% افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولید کننده چین قرار است در روز جمعه منتشر شوند که در رادار سرمایه گذاران قرار دارد. این داده ها برای اینکه این کشور می تواند نسبت به نیاز ذخیره خود را کاهش دهد تا اقتصاد تقویت شود یا خیر را بیشتر مشخص می کند. سهام ایالات متحده در بالاترین سطوح تاریخی خود بسته شدند، در حالی که بازده 10 ساله خزانه داری امریکا پس از 7 روز معاملات نزولی با ادامه روند کاهش نگرانی ها در مورد تورم در حدود 1.31% ثابت شد. صورت جلسه فدرال رزرو ماه ژوئن منتشر شده در روز چهارشنبه سرنخ‌های امیدوار کننده ای را برای برنامه کاهش نرخ دارایی بانک مرکزی ارائه نمی دهد. هنگامی که فدرال رزرو آخرین تصمیم سیاست‌گذاری خود را در ماه ژوئن ارائه داد، بانک فدرال با لحن انقباضی خود بازارها را غافلگیر کرد، اگرچه عدم اطمینان مداوم در مورد بهبود اقتصادی مقامات را از شروع این برنامه بیمیل می کنند. اما همچنان آنها می خواهند در صورت نیاز به کاهش ارزش دارایی زودتر از انتظار آماده باشند. در آن سوی اقیانوس اطلس گزارش شده است که بانک مرکزی اروپا هدف تورم خود را به 2% رسانده و فضای لازم برای هر گونه خارج شدن لازم از هدف را فراهم می کند. وزرای دارایی و بانکداری مرکزی گروه 20 یا G20 نیز جمعه در ونیز دیدار خواهند کرد. برخی سرمایه گذاران همچنان به وضعیت بازارها خوشبین هستند. بلیتا اون که رئیس صندوق سرمایه گذاری دالتون به بلومبرگ گفت من فکر میکنم سناریوی شرایط مساعد برای مدتی طولانی ادامه یابد. ما در نقطه هستیم که بانک های مرکزی در سراسر جهان تمایل زیادی به پایین نگه داشتن نرخ بهره دارند و خوشبختانه ما هیچ چشم‌اندازی برای بالا بودن طولانی مدت تورم فعلا نداریم. در همین حال طبق داده های دانشگاه جان هاپکینز
تعداد مرگ و میرهای ناشی از کووید 19 از 8 جولای از مرز 4 میلیون نفر گذشته است. در تقویم اقتصادی امروز و بعد از کاهشی دیگر در میزان ذخایر نفتی آمریکا در بخش خصوصی، امروز چشم‌ها به داده‌های بخش رسمی خواهد بود. همچنین همانند هر 5 شنبه دیگر، امروز داده‌های اشتغال آمریکا باید به دقت بررسی شود. با تشکر از توجه شما عزیزان به این بخش خبری، از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @ پرسکیز نیوز دنبال بفرمایید. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.